امروز در بخش حال شما در رابطه و حفظ ارزش های ماه رمضان از لحاظ تقضیه صحبت می کنیم و مهمانمان دکتر سلمان نصاری هستند محقق در طب اسلام و استاد دانشگاه بله پیش از او همکارای ما اشاره می که میریم به دیدن یک تصویر کوتاه و دوباره هم بر می گردیم و شما می که دیدگاه و نظرتان با ما شریک بسازیم بله در صحبت امروز دکتر سلیمان نصاری محقق در طب اسلام و استاد دانشگاه با ما هستند سلام صبح خیر خوش آمدید علیکم السلام تشکر از شما که دعوت ما هم به نام خود سلام خدمت شما دوستان تکنیکی بینده های که مکتون برنامه ما شما مشاهده میکنن امیدوار هستم پیش خوب خوب آغاز کرده باشه زنده باشید ما و مریم جان و جناب دکتر صبح صحبت میکردیم که چطور رمضان خلاص میشه چطور ما حفظ بکنیم امیر رژیم غذایی خدا باید. یک دفعه حملور نشیم بالای همه خوردنی تا خدای نخواسته مریض نشیم دکتر صاحب بین کمی در رابطه صحبت بکنیم چطور ما میتونیم که حفظ بکنیم امیر ارزش های رژیم غذایی خدا بسیار خوب اما قسمه که مای مبارک رمضان ویژگیش اینمی هست که یکی از تغییراتش ایجاد تخزیه در بدن انسان هسته یعنی ماه مبارک رمضان یک عبادت بسیار طولانی هست که در ظرف 16 17 سال انسان خورد و نوش بند میکنه بله. و قاعده ای است که از لحاظ فیزیولوژی بدن انسان با یک تیب عادت میکنه که تقریبا سی روز در یک فاصله طولانی اینا غذا نخوردن بله. و این یک زمینی بسیار خوب برزی هست که اون مواد اضافه از که در بدن هست ها ذخیره هایی که هست تخلیه صورت میگیره و یک نوع هم خوب و هم تصفیه بدن هست باز وقتی که ماه مبارک رمضان خلاص میشه که الان ما شما در روز 25 هستیم و ان شاء الله عید نزدیک میشیم معمولا امراض در اینجا زیاد میشه و خصوصا کسایی که به اید میرسند و غذای متنوع تناول میکنند یعنی بعض وقتها در اید امراض تعداد در شفاخانه ها تعداد مریض زیاد می یعنی همین میده ها مورد بمباردمان مواد غذایی قرار می گیره. که هزار لاز باز به با اکسس پیدا میکنه یک چیزی که بسیار مهم هست که حفظ ارزش های ماه مبارک رمضان از لازم تغذیه به این معنا که خود ماه مبارک رمضان هدفش تغییر هست ام از لحاظ اجتماعی ام از لحاظ جسمی ام از لحاظ روانی از لحاظ جسمی وقتی که بدن با امتو فاصلی و اما یک فاصله طولانی خورد نوش نمیکنه و این خودش زمینه به این مساعد میشه که امروز تبابت ثابت کرده سوی کلسترول پایان میکنه کسایی که فشار بلند دارن کمک میکنه حتی به امراض شکر بسیار کمک هستک و اینمی اگر حفظ نشه نظارت درست صورت نگیره بعد از رمضان یعنی وعده های غذا پس به مو شکلش بره غذا زیاد تناول شوه باز مو کیفیت ماه مبارک رمضان طولانی مدت در وجود یک انسان نمیمونه یعنی بله. زودتر زائل میشه و این باید زودتر زائل نشه خوبتر همین هست که دقت باید صورت بگیره و غذا در وقت های مختلف تناول کنه خصوصا روزای روزایی است که در دسترس همه شی... کلچه و شیرینی و میوه خشک قرار میگیره این چقدر میتونه که به با یک بارگی و در طول روز شاید چندین بار یک فرد هر جای مهمانی میره و میوه خشک میگیره این چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه بر سیستم هضمی ای فرد و معده ای فرد به قسمه که ما مثال مرز بنام هارد برن داریم دلجوشی هایی که صورت میگیره خصوصا در اید ایام اید زیاد هسته اما قسمه که در جریان یک ما غذا وردونوش نمیشه در همو تیم روز هستک وقتی که دوستها خوانا مراجعه میکنن خوان دوستهای دگه معمولا در هر جای یک کلچه و یک چیزی باید نا تنول میکنن و این نشان میده که با سیستم هضمی انسان اما تولید حسید و اونمو حزم و که صورت بگیره و یک سلسله مشکلات ها دچار میشه که گراف این امراض در ایام عید خصوصا در شفخانه های افغانستان مثال ذات می خوب خوبی است که هر انسان دکتر خود هست بهتر هست با سیستم هضمی خود بهتر بشه غذاهای باید در با مو اندازه گرفته شود که باید آزار حذیت شان نشه و باعث دلجوشی نشه و باعث سوی آزما یا مشکلات های دیگری در سیستم حضمت صورت نگیره. دیگه خصوصا باز چیزایی که مثل سیمیان یا چیزهای دیگه که اینا تقریبا بسیار تیز تند هستند و این فوق العاده تاثیر میکنه و کسایی که سندشان زیاد باشه یا امراض زخم میده داشته باشند اینا باز زیادتر متضرر میشن که سیستم آزمی و مشکل دچار میشه دیگه خوبتر هسته که هم با حفظ حرزش ما های ماه مبارک رمضان باید غذاهای خورده شوه یا هم با کلچوکی که استفاده شوه که با وجود انسان سازگار باشه بله جناب دکتر سیب در آسانه شبهای قدر هستیم و میشه کمی هم در رابطه با این شبها صحبت بکنیم چون هفته دیگه باز نمیتونیم که ما صحبت بکنیم در این رابطه میشه کوتا هم در همین مورد صحبت های داشته باشه خوشتن شب زندداری قدر بدون شک وقتی که قرآن شانه مطالعه میکنیم ما یک سوره بنام سوره قدر داریم بعد در اینجا خداوند ذکر کرده که لیلة القدر خیر من الف شهر یک شب قدر بهتر است از هزار ماه امروز ایلت جمع ضرب کردن که اگر یک سال دوازده ماه میشه و این هزار ماه تقریبا 83 سال و چند ماه میشه یعنی اینطور گفته میتونیم بر بینده های گرامی زندداری یک شب قدر برابر عمر عبادت هست برابر یک عمر عبادت هست و ای ثابت شوهه که په اساسه ما مبارک رمضان چوندې ما قران نزول کرده و د اخر اختصاص دادن بو سوسن شوهه طوقه هسته و علماء څو چا، څور مذهب که مو شمو داریم هم به یقیده هستن که اگر درینجه قیام اللیل صورت بگیره یعنی شپ زنده‌داری باشه ای خودش یک نو محبتو عشق و علاقه ر با خداوند نشان میده عن شب پر از رحمت شب که ار شما کره زمینه منیس یک کرهها در کنار دگه سیارات ببینین ده سیاراتهم ای کره زمین در همو شب قدر مورد بسیار نورانیت قرار میگیره مربوط بسیار فیوضات قرار می گیره جم ملایک در اینجا میاین آین و اونمو تغییراتی که م در صوره قدر ذکر شدهب برابر یک حمر عبادت هستک و اونمو جوانای قیام لیل میکنن یعنی هشت رکات نماز تجدد در جماعت میخوانند یا یعنی انفرادی میخوانند خب هدف از بیدار بودن هست تو ذکر خداوند هستک تحقیقات جدید آل دجان جهان نشان میده که وقت کسایی که تاجد خان هستند و شب زندداری میکنند یک مسئله بیخوابی هست که این هم انسان رنج می‌دهد ولی اوتران مدت هست یعنی در سوره مزمل خدا میگه شما یک یک حیثی اصب شب یک حیثیش شد داری کنند که تا برای پیغمه هستم شده که نماز تاجد بالاشون فرض بود در اینجا آل توابت ثابت کرده که نوع اوزون یعنی سی اکسیژن اوزون اوزون یک گاز هست که معمولاً در طلوع آفتاب صبح این زیاد می باشه وقتی که اینمی خود سیستم وجود انسان ازلات ایره جذب میکنه وقتی که جذب کرد این در امین وقت پیش از نماز و صبح اگه یک ساعت نابیدار باشه از خدا که انجام بتن نماز صبح بخورن و انتظار بکشن تا آفتاب بریون برای که نماز اشراق خوانده شد در این جریان روز یک نوع خوشحالی بسیار خاص در ازلات و در قلب انسان پیدا میشه یعنی بسیار تازه با می باشه و قلب بسیار خوش می باشد. و اینو تجربه هم کردن این اکثرا <applause> کسایی که به مرض افسردگی دوچار هست یعنی به زندگی خود هدف ندارن اراده مستحکم ندارن که تو زندگی خود اینا خواسته برشون الهوالی هستک با اینمی می میتود شب زنده‌داری در سوس آخرش اینا یک تغییری بسیار کلی برشون به دست که یعنی تانستان که تغییر بخورن از حالت رکود یا حالت آرامش به حالت اکتیو یا فعال تبدیل شه و خوش باشند راحت باشند دیگه از خاطر یک فرصت بسیار خوب مناسب هست که ما و شما فکر میکنیم سبا شب شب 27 از باز 29 هستک که 21 و بله. 23 بله. بیشتر کس ها تاکید برای شب 27 هم دارن که گویا شب 27 هم شب قدر است. از لحاظ اسلامی وقت از پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسان شد که اونا امی موضوع چرا گونگ ماندن بله. مثال اگر شما بخواین بفهمید که یک دوستان از یک خارج میاد میرین میدان هوایی اگر تایم یاش مشخص باشه باز امو دقه و مساحت میرین وقتی که انتظار بکشین ولی میفهمین که میاد این طول مدت ثوابش زیاد هستک یعنی شب قدر از در امین شب های تاق اطمان هستک این هزی خاطر پیغمه سلسان وقت 21 و 23 و 25 ولی 27 به این خاطر تحکیز زیاد کردن که حتی ازشان سوال شد سکوت اختیار کردن که یعنی منایش 27 هستک و حتی از لحاظ فضل الجبری ایره هم یک تحقیق کردن شما سوری قدر که میخوانین امی خود کلمه لیلت القدر سه دفعه آمده بل. و ترکیب از این نو حرف است نو که ضرب شد عدد بیسته میده این از لاز الجبری هم ایره میگن که شب بیسته هفته است و پیغمه از هم سکوت کردک ولی دقیق شخص که تو ثابت شده باشه که امی بیسته هفته هست. یک هم مفضلت ولی شبها 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 است هم داره بیسته و بیسته پ یک یک داریم جناب دکتر صاحب و اگر حرف و پیامی مانده باشه میشه که بفرمایید بابا ما چون هفته آخر ماه مبارک رمضان هست که الحمدلله ما بسیار خوب بود ما که در 11 ما متفاوت بود و خوبی از ما همین بود که یک نوع توازن بین فقرا و اغنیا می ساخت اگر یک کسی بسیار سرمایه‌دار بود و یک کسی غریب بود هر دو روزا گرفت و او کسی که سرمایه‌دار بود او فهمید که گرسنگی به چه شکل است مشکلات به چه شکل است یعنی هدف ما پیام ما به است که در ماه مبارک رمضان ما مسلمانای نباشیم که موسمی باشیم به. که این موسم رمضان همه هم تجار ما همه انسان ها همه ساجد ما پر می باشد کلگی باشه و خلاقه در عبادت هستیم وقتی که امی اید داخل میشه همه چیزا خدا نخواسته با باد فراموشی میره بنا بهتر امی هسته که بعد از ماه مبارک رمضان هم باید با اونم انرژی عبادت خداوند کنیم تشکر سلام وقفه میگیریم